22 اردیبهشت، حمله به 4 نفتکش در سواحل امارات. 29 اردیبهشت، اصابت راکت به نزدیک سفارت آمریکا در بغداد. 23 خرداد، حمله با مین‌های مغناطیسی به 1 نفتکش ژاپنی و 1 نفتکش نروژی در دریای عمان. 30 خرداد، سرنگونی پهپاد آمریکایی بر فراز خلیج فارس. 28 تیر، توقیف نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس. و این بار روز شنبه 23 شهریور، حمله با چندین پهپاد و موشک به تأسیسات نفتی عربستان، حملاتی که باعث شد حدود نیمی از تولید روزانه نفت این کشور متوقف شود و تأمین نفت در بازارهای جهانی را با اختلال روبرو کند. من تعجب میکنم از بعضی از این مسئولین آمریکایی، نمیدونم نمیفهمند یا میفهمند چی میگن. مثلا میگن ما نمیذاریم ایران نفت صادر کنه. حتما نمیفهمند چی میگن. من شک ندارم نمیفهمن. یه آدمی که سیاست بلد باشه این حرف رو نمیزنه. بعدم ما میگیم اگر نفت ما صادر نشه، نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، اون سادهشه. شما دیدید خیلی چیزهای دیگه داریم، تنگه هرمز نیست، خیلی تنگه های دیگه هست. شما یکی چه خبر دارید؟ مقام های جمهوری اسلامی که بارها تاکید کرده بودند اگر نفت ایران صادر نشود، نفت هیچ کشور دیگری در منطقه صادر نخواهد شد، در حال عملی کردن وعدهشان هستند. آنها در این حال تلاش کردند صبر و تحمل کشورهای غربی و به ویژه آمریکا را نیز بسنجند و ببینند تا کجا می توانند اقداماتشان را ادامه دهند بدون آنکه با واکنش جدی به ویژه حمله نظامی روبرو شوند. به همین دلیل هم آنها ابتدا از آسیب جزئی به نفتکش‌ها در سواحل امارات شروع کردند و هر بار بر شدت اقداماتشان افزودند. نقطه اوج اقدامات ایران زدن پهپاد آمریکایی و این بار حمله به تأسیسات نفتی عربستان بوده. ولی به نظر می‌رسد که این بار کاسه صبر آمریکا نزدیک به لبریز شدن است، چرا که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه عصر در گفتگو با خبرنگاران گفت اکنون با توجه به حمله ایران به تأسیسات نفتی عربستان، حمله نظامی آمریکا به این کشور اقدامی متناسب است. پس از حمله اخیر، مقامات آمریکایی بلافاصله انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند. مایک پامپو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که ایران باید به عنوان کشور تجاوزگر پاسخگو باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم که به گفته بسیاری تاکنون در قبال ایران خیشتنداری نشان داده، این بار لحن تند و تهدیدآمیزی علیه جمهوری اسلامی گرفت. ترامپ ابتدا در توییتی اعلام کرد آمریکا آماده ای اقدام نظامی است. او افزود اگرچه حدس می‌زنیم که چه کسی پشت این حملات است، ولی منتظر تایید آن از سوی عربستان و همچنین شرایط برخورد با آن خواهیم ماند. نسبت به مسئله حمله پهپادها و این مشکل ریشه‌اش از تجاوز به یمن شروع شده، باید از اونایی پرسید که به چه دلیلی به یمن تجاوز کردند. یمن را روزانه دارن بمباران میکنن، ویران کردن، مردم اونجا رو از بین بردند و خب مردم یمن ناچارند در برابر این همه تجاوز و سیل اسلحه از آمریکا و اروپا به سمت عربستان و امارات پاسخ بدن. نمیتونن در برابر ویرانی کشورشون دفاع مشروع نداشته باشن. کاری که مردم یمن انجام میدن دفاع مشروع از خودشون هست، حمله متقابل هست. گرچه حوثی‌های یمن، شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران، مسئولیت حملات به تأسیسات نفتی عربستان را بر عهده گرفتند، اما ایران هر گونه دخالت در آن را رد کرده. ترامپ روز دوشنبه در واکنش به تکذیب ایران در توییت جدیدی نوشت یادتان هست زمانی که ایران یک پهپاد آمریکایی را سرنگون و ادعا کرد که این پهپاد در حریم هوایی ایران بوده، در حالی که پهپاد حتی در نزدیکی حریم هوایی ایران هم نبود. ایرانی ها بر روایت خودشان اصرار کردند در حالی که می‌دانستند یک دروغ بزرگ است. اکنون آنها می‌گویند که در حمله به عربستان دخالتی نداشتند. خواهیم دید. لحن ترامپ در این توییت ها نه تنها بسیار تهدیدآمیز بوده، بلکه تلویحا نشان از آن داشته که احتمالاً آمریکا در پشت پرده در پی برنامه ریزی برای یک حمله تلافی جویانه به اهدافی در داخل خاک ایران است. گفتگوی دوشنبه عصر رئیس جمهور آمریکا با چند خبرنگار این زن را قوی تر کرد. آقای ترامپ
در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهار نظر پامپئو مبنی بر آنکه ایران عامل حمله به عربستان بوده گفت او هم با وزیر خارجه‌اش هم نظر است و صرفاً در حال بررسی اعداد و ارقام است و به زودی در این باره تصمیم خواهد گرفت. یکی از خبرنگاران از رئیس جمهور آمریکا پرسید پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران گفتید که حمله به ایران که باعث کشته شدن تعدادی انسان بشود اقدامی متناسب با رویداد پیش آمده نیست، ولی حمله به یک تأسیسات نفتی آن هم به این بزرگی؟ ترامپ در این لحظه سوال خبرنگار را قطع کرد و گفت پرسش شما این است که آیا الان حمله یه مرگبار به ایران متناسب خواهد بود یا خیر؟ و خبرنگار پاسخ داد بله. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ گفت بله متناسب است، فکر میکنم هست. چندین توییت منتشر شده توسط مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم نشان میدهد در پشت پرده خبرهایی است. آقای اسپر از مذاکره با بن سلمان ولیعهد عربستان و وزیر دفاع عراق و همینطور جلسه مقام های ارشد وزارت دفاع آمریکا با رئیس جمهوری این کشور درباره حمله به تاسیسات نفتی عربستان خبر داد. آقای اسپر همچنین در توییتی نوشت نیروهای مسلح آمریکا با تیم بین سازمانی ما در حال همکاری با متحدان ماست تا به این حمله بی سابقه بپردازد و از نظم بین المللی که توسط ایران آسیب دیده دفاع کند. روزنامه وال استریت جورنال در این بین گزارش داده است که مقام‌های آمریکایی به دولت عربستان اطلاع دادند که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتیشان ایران با کمک بیش از 20 پهپاد و بیش از 10 موشک بالستیک به مراکز نفتی عربستان حمله کرده است. خبر حمله پهپادی کمیته‌های مردمی و نیروهای مقاومت در یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان در جهان جز خبرهای مهم محسوب میشه. در این باره با یک کارشناس امنیت صحبت خواهم کرد. فقط در واقع دارید میبینید اگر که دوستان رو نمایش بدن، آقای حمزه پاریاب کارشناس امنیت که پیش هم در برنامه بودن. حمزه یه چیزی رو به من بگو. خب خیلی ها میگن که ایران در واقع این پهپادا رو به یمنی ها داده و این ادعا وجود داره، در واقع چه میشود در این باره گفت؟ ما مقصر بزرگ هستیم، ولی به خاطر اینکه ماهیگیری رو به منطقه یاد دادیم. یعنی اگر بخوام خیلی مستاقی بگم، خیلی از این موارد مشابهت هایی در زمان جنگ ما هم داشته. مقصر بزرگ البته از نگاه نیروهای استعماری دیگه. بله، اون الهامی که ما به اونها دادیم از خیلی از این موارد مستاقی مهمتر و برای این کشورهایی که دشمن یمن هستند دردناکتره. این میپرس سال ایشون از جناب عالی بودش که ماجرا و روند تصمیم گیری، یعنی اینکه این شایع میکنن که خود سر یه نفر زده، آیا همچین چیزی میتونه باشه؟ نه به هیچ وجه این صحت نداره. ببینید، ما یک سری دستورالعمل‌هایی رو به یگانهامون دادیم. مثلا گفتیم که اگر به شما مثلا فرض کن هواپیمایی تو این شرایط با این مثلا وضعیت اگه به این محدوده وارد شد، در این حد مثلا نزدیک شد هشدار بدید، در این حد اگر وارد شد مقابله کنید و بزنید. به یگانهای دیگه ببینید، ما یک سری اختیارات رو طبیعتاً در سطح سازمانهای ارتش سپاه داریم، یه اختیاراتی در نیروها هست، یه اختیاراتی هم به اون یگانهایی که در مرز هستن دادیم. یعنی مختاره که بله بله. ببینید، ممکنه زدن یک موشک مثلا فرض کن نیاز به تصمیم گیری تو سطوح بالا داشته باشه. این در تمام دنیا اینجوریه. یه هواپیمایی میخواد بره یه جای بمباران بکنه، این قبلش باید تصمیم گیری بشه. ولی دفاع و پدافند هوایی ممکنه توسط یک افسر جز پای سیستم نشسته، موقعی که شرایط شناسایی میکنه، کنترل میکنه، کشف میکنه، میبینه که این خودی نیست، وظیفه مقابله، دستورالعمل داره، باید مقابله کنه. این اصلا اینجوری نیستش که، یعنی سلاح‌های آفندی مدیریتش و مقررات حاکم بر اون یک جوره، سلاح پدافندی کاملا متفاوت. یعنی اختیارات هرچه در سیستم‌های آفندی به سطوح بالا در واقع متوجه هست، در سیستم‌های پدافندی در سطوح پایینه. یعنی اون فرق بعد از این که مثلا فرض کن بنده فرمانده نیروی هوافضا هستم، من بعد از این که شلیک شد، هواپیما سرنگون شد، مثلا بعدش من مطلع شدم، مثلا از قبلش اصلا اینجوری نبود که مثلا ما
بیدار باشیم، آماده باشیم، دستور بدیم. نه، اون نیروهایی که در مرز هستن خودشون تصمیم میگیرن و عمل میکنن، یعنی اختیارات دارن. یعنی این قسمت شاید خیلی برای حتی برای بنده مفهوم نبود که این آتش به اختیار بود، با دستوراتی از قبل داده شده بود. برابر مقررات آتش به اختیاره. بله. برابر مقررات. بله. یعنی مثلا ما چند سال پیش هم یه هواپیمای جاسوسی اسرائیل رو تو نتنز مرکز کشور مورد اصابت قرار دادیم، سرنگون کردیم. بله. اونم خب اختیار داشتن اونجا نیروها و در محدودهشون وارد شد و طبیعتاً مقابله کردن زدن. بله.